نه نکته درباره آب زمزم که کمتر شنیده اید به کانال ما خوش اومدید چاه زمزم در دو متری شرق کعبه قرار دارد و سالانه میلیون ها ظاهر حین انجام اعمال حج از این آب می نوشند حقایقی درباره این آب مقدس وجود دارد که به نه موردان در این ویدیو اشاره می کنیم شماره یک مسلمانان جهان معتقدند که چای زمزم معجزه خداست که هزاران سال پیش در دل بیابان جوشیده شماره دو قدمت این چاه به زمان حضرت ابراهیم و فرزندش اسماعیل باز میگرده در روایات اسلامی آمده بعد از آنکه ابراهیم همسرش حاجر و فرزندش اسماعیل را در مکه که سرزمینی بیابا علف بود رها کرد هاجر در پی یافتن آب برای فرزندش و با دیدن سراب میان صفا و مروه هفت بار به جستجوی آب میرفته و بدون اینکه آبی پیدا کند نزد فرزندش برمیگرده اما ناگهان در بازگشت چشم آبی رو در کنار اسماعیل بینه شماره سه با جوشیدن چشمه از زیر پای حضرت اسماعیل هاجر با شن و ماسه و سنگ اطراف چشمه رو میپوشونه این حرکت بیانگر مقدس بودن آب. شماره چهار کلمه زمزم به معنای آب روان توقف ناپذیره طبق روایات هاجر با مشاهده آب روان بارها این کلمه را تکرار میکنه شماره پنج در دوران بد و اسلام چاه زمزم با یک حصار ساده احاطه شده بود اعتقاد بر اینه که چاه از دو برخوردار برخورداره که یکی برای نوشیدن و دیگری برای وضو گرفتنه شماره 6 در دوران خلافت منصور عباسی در سال 771 میلادی یک گومد زیبا از سنگ مرمر روی چا ساخته شد و در دوره های بعدی بار دیگه ترمیم شد شماره 7 در سال 1915 همزمان با حکومت سلطان عبدالحمید عثمانی چاه زمزم به طور گسترده ترمیم شد و با فناوری جدید آب زمزم به بخش شرقی مسجد پمپاج می شد. شماره هشت آب زمزم در مکانهای جداگانه ای برای مردم و زنان زائر موجوده و آخرین مورد شماره نو عربستان سعودی استفاده تجاری از آب زمزم و ممنوع اعلام کرده فروش آب زمزم در امارات متحده عربی به خاطر ایمنی آب ممنوعه این موضوع بعد از تحقیق بی بی سی مبنی بر غیر بودن آب زمزم رخ داد در بررسی های بی بی سی اومده بود آب زمزم از سطح بالای نیترات و باکتری های مزر برخورداره این موضوع موجب واکنش شدید مسلمانان و فرقای مذهبی شد با این وجود آب زمزم همچنان برای مسلمانان مقدس به حساب می